سگ‌ها این حیوانات وفادار و دوست داشتنی در نژادها و گونه‌های مختلف در سراسر دنیا پراکنده شدند. اما باید بدونید که برخی از نژادهای اونها بسیار کمیاب و نادر بوده و حتی بعضن در طول تاریخ به مرحله انقراض رسیده و دوباره به بقای خودشون بازگشتند. در ادامه با ما همراه باشید تا 5 تا از عجیب‌ترین و کمیاب‌ترین نژاد سگ‌ها در دنیا رو با هم مرور کنیم. قبل از هر چیز، اگه تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید. نژاد پولی. سگ‌های پولی بیشتر برای موهای بافت مانند و بلند خودشون شهرت دارن که شبیه یک گلوله کانوای بزرگ و درهم تنیده به نظر میرسن. کسی هنوز نمیدونه ریشه پولی‌ها به کجا میرسه و زمان شکل‌گیری این نژاد کی بوده. تنها مدرک تاریخی موجود در مورد پیشینه این نژاد اینه که در زمان روم باستان نیز حضور داشته و به این ترتیب باید گفت بیش از 6000 سال قدمت دارند. گفته میشه نژاد پولی حدود 2000 سال پیش در آسیا یافت شده و 1000 سال پیش به مجارستان معرفی شد. مجاری‌ها استقبال بسیار خوبی از این سگ داشته و از اون برای محافظت از گله گوسفندان استفاده می‌کردند. بد نیست بدونید که سگ‌های درشت هیکل پولی در این کشور با نام کوموندور شناخته میشن که بومی مجارستان نیز محسوب میشن. صاحبان سگ‌های پولی موهای زخیم و بافت مانند این حیوان رو آراسته و تمیز نگه میدارن. اونها هر چند وقت یک بار سگ‌ها رو اصلاح میکنن زیرا رشد موها گاهی زیاد شده و ممکنه روی زمین کشیده بشن. این نژاد سگ بسیار باهوشه و به توجه و تحرک زیادی نیاز داره. لاوند هاوند نروژی. این سگ ویژگی های عجیب و جالبی داره که اون را از دیگر نژاد های سگ ها جدا میکنه. یکی از بارزترین مشخصه های این نژاد اینه که در هر کدام از پاهای خود 6 انگشت داره. همچنین شانه و گردن فوق العاده عجیبی داره که به او اجازه میده تا پاهای خودش رو به هر دو طرف باز کرده و از پشت به راحتی به پیشانی برسونه. این حیوان همچنین میتونه کانال‌های گوش‌های خودش رو به منظور پیشگیری از ورود هر گونه آلودگی به طور کامل مسدود کنه و ببنده. همین ویژگی‌ها باعث شده لاوند هاوند یکی از بهترین سگ‌های شکاری در کشور خودش به شمار بره. این سگ همچنین یک شناگر و کوهپیمای بی همتا محسوب میشه که میتونه از صخره‌های صاف صعود کنه. این حیوانات برای شکار مرغان دریایی آموزش دیدن. همین مسئله باعث شد تا نسل اونها در دهه 1600 میلادی رو به انقراض بره. اما در دهه 1900 میلادی جمعیت کوچیکی از اونها در روستای مونستاد به بقای خود ادامه داد. در سال 1963 میلادی فقط 6 قلاده از این سگ‌ها زنده مانده بودند. اما خوشبختانه با تلاش حامیان حیوانات در حال حاضر بیش از 1500 قلاده از این سگ نروژی وجود داره. با اینکه به شدت برای افزایش نسل این نژاد تلاش میشه اما اونها همچنان در خطر مشکلات ژنتیکی قرار دارن. به همین خاطر تقریبا همه سگ‌های موجود دچار نوعی بیماری‌اند که این بیماری مانع از جذب مواد مغذی و پروتئین غذاها توسط بدن این سگ‌ها میشه. اینکا ارکید پرویی. با اینکه نام ارکیده را با خود یدک می کشد اما این حیوان 100% یک سگ است و همانند نژاد شلو مو ندارد. همانند نژاد همسایه شمالی خود نژاد ارکیده نیز توسط سرخپوستان قبیله اینکاها مورد پرستش قرار می گرفتند. اما پیشینه این سگ به پیش از تمدن اینکاها بر می گردد. تصویر سگ ارکیده پرویی در تصاویر هنری 750 سال پیش از میلاد مسیح به چشم می خورد. بر اساس باور عمومی مردم پرو بغل کردن سگ ارکیده خاصیت درمانی دارد و میتواند به رفع دردهای معده کمک کند. متاسفانه نسل این سگ در حال انقراض است. در حال حاضر فقط یک روستای کوچک در کشور پرو این نژاد را زنده نگه داشتند. این سگ‌ها تربیت پذیر هستند اما باید از سنین جوانی آموزش‌های لازم به آنها داده شود. برای پیشگیری از آفتاب سوختگی، آکنه و خشکی پوست نیز لازم است همیشه حمام کرده و لوسیون‌های لازم روی تنشان مالیده شود. سگ پلنگی کاتاهولا.
این سگ‌ها نه تنها اسم جالبی دارند، بلکه شکارچیان بسیار قدری نیز به شمار می‌روند، به طوری که برای گرفتن طعمه خود حتی از درخت هم بالا می‌روند. گفته می‌شود این نژاد به خوبی توانسته در طول تاریخ بقای خود را در آمریکای شمالی حفظ کند و به دلیل داشتن قدرت شکار فوق‌العاده عالی بسیار مورد توجه آمریکایی‌ها قرار دارد. نام این نژاد از پریشکاتاهولا، لوئیزیانا، محل پیدایش این سگ گرفته شده است. بسیاری از شکارچیان مشهور این منطقه یک قلاده از این سگ را در خانه خود دارند. این سگ‌ها در کنار انرژی بسیار زیاد، قدرت آموزش پذیری بالایی نیز دارند و میتوان از آنها برای کمک به نیروهای پلیس هم بهره برد. سگ مستیف ناپولی. این سگ بزرگ جسه حدود 80 سانتیمتر قدر و 70 کیلوگرم وزن دارد. این سگ پیشینه ای طولانی در تاریخ دارد، اما متاسفانه پس از جنگ جهانی دوم نسل آنها رو به انقراض رفت. در آن زمان یک نقاش ایتالیایی به منظور حفظ نژاد مستیف‌های ایتالیایی آنها را با مستیف انگلیسی ترکیب کرده و این نژاد را محافظت نمود. این نژاد از سگ‌ها برای نگهداری در خانه بسیار مناسب هستند، اما از همان زمان کودکی باید به آنها اجتماعی بودن را آموخت تا به غریبه‌ها حمله نکنند. این حیوانات به ندرت پارس می کنند مگر اینکه تحریک یا تهدید شده باشند. سگ‌ها نزدیکترین دوستان انسان‌ها در دنیا شناخته می شن. شما در مورد این موجودات دوست داشتنی چه نظری دارید؟ کامنت بذارید و ما را از نظرات خوبتون آگاه کنید. فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافی مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از ویدیوهای جدید ما جان نمونید.